هایی صحبت بکنیم که باعث کاهش استرس در بدن می شوند. متخصصان تغذیه با بیان اینکه کنترل استرس ابزاری قدرتمند برای ارتقای سلامت رژیم غذایی مناسب رو رای موثر در کنترل استرس عنوان کردند. یک رژیم غذایی درست مبتنی بر سه اصل مهم یک تعادل دو تنوع و سوم میان روی در دریافت گروه های غذایی مختلفه و علاوه بر رعایت این اصول کلی باید توجه داشت که نوشیدن آب کافی فعالیت فیزیکی کافی میتونه تاثیر بسزایی در کاهش بروز استرس داشته باشه همچنین دریافت منابع غذایی حاوی ویتامین های B12 و B6 و فولاد و همینطور پرهیز از دریافت منبع غذاهای حاوی کافئین برای کاهش استرس و اضطراب مهمه دریافت غذا به صورت وعدههای های منظم و کوچک و با شاخص قند پایین به ثبات بیشتر قند خون کمک میکنه توجه کنید که اختلالات قند خون و گرسنگی میتونه محرک ایجاد استرس و استراب باشه در صورتی که از منابع غذایی حافی شکر، قند و یا کربویدرات های ساده به میزان زیاد در رژیم غذایی استفاده میکنید قند خون به دنبال آن انسولین در خون افزایش و بعد از آن کاهش پیدا میکند نوسانات سریع قند خون و به دنبال اون انسولین میتونه باعث ایجاد تغییرات در خلق و خوی و رفتار بشه برای کاهش استرس خودشون نیاز به شیرینیجات بیشتری دارند و این سیکل معیوب مرتبا تکرار میشه برابر این دریافت فیبر کافی مصرف میوه و سبزیجات به جای قند و شکر و شیرینجات و همچنین دریافت منابع حاوی پروتئین و چربی های سالم میتونه نوسانات قند خون رو کمتر کنه و به کاهش حس استرس و استرا کمک بیشتری کنه پس به طور کلی برای حفظ سلامتی و کاهش استرس و استراب سعی کنید منابع حاوی قند و شکر مثل انواع شیرینجات آب کارخانه ای آب نبات، انواع نوشابه ها و نوشیدنی های حاوی قند و یا شکر رو محدود کرده و به جای اون منابع حاوی فیبر میوه و سبزی و قلات کامل سبوسدار استفاده کنید تا نوسانات قند خون که یکی از عوامل ایجاد استرس می باشد رو به حداقل برسونید همینطور عادت بعد بعد اینه که بسیاری از افراد به مصرف قهوه و یا نوشیدنی های انرژیزا عادت دارند مشکل اینجاست که مصرف زیاد کافئین فارغ از اینکه از چه منبع و یا منابعی باشه میتونه باعث تغییرات خلق و خور بشه و به ایجاد استرس استراب و حتی افسردگی هم بیانجامه برای کاهش دریافت کافئین توصیه میشه قهوه رو با چای سبز جایگزین کنید چون چای سبز علاوه بر کافئین کمتر حاوی اسید آمینه هایی به نام تیانین میباشه که برای کاهش استرس و استراب مفیده همینطور مسیرهای متعددی در بدن وجود داره که در مدیریت استرس و استراب نقش دارن و برخی مواد مغذی که از غذاها دریافت میشه میتونه بر این مکانیس ها تاثیر بذاره به عنوان مثال سلامت روده از طریق محور روده مغز با سلامت روان و مغز ارتباط نزدیکی داره برابر این اطمینان از اینکه میکروبیوم روده شما مملو و از شما مملو و از باکتری های مفیده ممکنه به کاهش استراب کمک کنه برای حمایت از سلامت میکروبیوم و در نتیجه مدیریت استراب مصرف غذاهایی که سرشار از فیب پریبیوتیک و پروبیوتیک هستند میتونه به وضعیت شما کمک کنه مواد معدنی نیز نقش مهمی در کنترل استراب دارند که آهن یکی از اونهاست آهن کلید متابولیسم انتقال دهنده عصبی در مغز و سطوح آهن در دسترسی به سروتونین و دوپامین که به هرمون های شاد معروفند نقش دارند برابر این مهمه که مصرف غذاهای غنی از آهن رو در اولویت قرار بدید تا سطح استراب و استرس رو پای نگه دارید در حالی که گوشت قرمز به طور گستردهی به عنوان منبع خوبی از آهن تصور میشه ولی کاکائو شناخته شده ترین منبع گیاهی آهنه و همینطور حاوی سه برابر چگالی آهن گوشت قرمزه منابع گیاهی یک آهن غیرهم و برای جذب بیشتر به ویتامین C نیاز داره برای کاهش استرس مواد غذای زیر رو برای کنترل استراب به روتین روزانه خودتون اضافه کنید اول چای سبز یا سیاهه برای تقویت سلامت مغز و مدیریت استراب چای سبز بهترین گزینه است این ماده فوق مفید غنی از پولوفولین ها و یک کاتچین به نام اپیکالوکاتچین سگالاته فتچین دارای خواص ضد دلتابی و قدرتمندیه که میتونه خطر ابتلا به بیماری های عصبی رو با افزایش سنگ کاهش بده چای سبز همچنین سرشور از اسید آمینه ای است که سطح استرس و استراب رو کاهش میده شماره دو کفیر شیرین نشده است غذای تخمین شده مانند کفیر شیرین نشده که با شیر کامل تهیه میشه میتونه باعث رشد باکتری های خوب روده بشه که این میتونه به کاهش التهاب و ترویج تولید مواد حیاتی مانند آنزیم ها انتقال دنده های عصبی و از سایر مولکول‌هایی هایی که مغز برای بهتر عمل کردن خود به اونها نیاز داره کمک کن. شماره 3 توت هستند توت سرشار از فیب و آنتی های طبیعی مانند ویتامین های C و E می باشند و همچنین ریز مغزی هایی مانند کلسیوم اسید فولیک سلنیوم، لوتئین و آلفا و بتا رو در خود جای دادند. تحقیقات منتشر شده در مجله تغذیه نشان میده که مداخلات غذایی مانند خوردن بلوبری میتونه در تقویت خلق و خوی و پیشگیری از افسردگی فوق العاده موثر باشه. میرسیم به شماره چهار زرده تخم مرغ. زرده تخم مرغ مملو از ویتامین دی می باشه یک زرده تخم مرغ بزرگ 37 واحد بینالمللی ویتامین دی داره نقش ویتامین دی در کمک به عرب و استراب حمایت کننده است ویتامین دی یک ویتامین محلول در چربیه که به دلیل نقشش در جذب کلسیوم رشد و سخان مدنی سازی و باسازی شناخته شده است در مغز ویتامین دی به عنوان یک استروئید عصبی عمل میکنه و در محافظت در برابر افسردگی و اختلالات استرابی نقش داره بین کمبود ویتامین دی و علائم افسردگی و همچنین تشدید استراب یک ارتباط کاملا ثابت وجود داره زیرا کمبود یا مقدار بیش از حد ویتامین دی نقش مهمی در تنظیم پاسخهای استرس ایفا میکنه پنجم سبزی های برگدار هستند سبزی های برگدار منبع عالی فیب و کاروتنوئید و سرشار از فولاد یا ویتامین B9 هستند همه اینها حاوی ویتامین های K, و کلسیوم هستند فولاد یک ماده مغذی یک ماده مغذی که عملکرد انتقال دهنده های عصبی پیام رسان های شیمیایی درون مغز رو که بر خلق و خوی و شناخت ما از جمله مدیریت استراب و استرس کنترل میشن پشتیبانی میکنند اضافه کردن سبزی های برگدار مانند اسفناج و کلمپیچ رو به چرخش و وعدای غذای خود در نظر بگیرید بسیاری از مردم سبزی چغندر رو دور میریزند اما برگ های ی چغندر دارای مواد مغذی و سرشار از کلسیوم، فیب، ویتامین های A و K می باشه همینطور این سبزی ها حاوی ترکیبات کایشتنده استرس میباشند همینطور برگ های در دارای اثرات کاهش استرس و استراب می باشند شماره 6 جعفریه جعفری یک از سبزیجاتی است که غنی از ترکیبات آنتی برای خونسا کردن سموم و رادیکال های آزاد اکسیژن می باشه مواد سمی موجود در بدن عامل بروز در بدن عامل بروز بسیاری از بیماری ها از جمله افسردگی و استرابه برای اینکه از نظر غذایی قادر باشید استرس رو کاهش بدید باید در وعده های غذایی خودتون آنتی های بیشتری مصرف کنید آنتی ها با کاهش التهاب در بدن از آسیب مغز و از سایر ارگان ها جلوگیری می کنند جعفری با برخوردار بودن از کارتونیت ها ها و روغن های مفید یک منبع بسیار عالی برای آنتی ها به حساب میاد و شماره هفت کنجد و غذاهای تهیه شده با اونه کنجد یکی از منابع غذایی عالی برای تأمین کردن اسید آمینه الکیروتوفانه این اسید آمینه ماده اولیه لازم برای تولید هرمون های شادیاور سروتونین و دوپامینه غذاهایی که غنی از التروپانین هستند سبب ارتقای حالتهای روانی و کاهش افسردگی و استراله تحقیقاتی چهار روزه با 25 داد طلب نشان داد که رژیم غذایی غنی از این مواد از کنجد در کاهش علائم استرس و استرا موثر بوده و نسبت به سایر رژیم‌های غذایی تاثیر بهتری در ارتقای سلامت مغز داره دوستانه شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید لطفا این ویدیو رو لایک کنید چون لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتری این ویدیو رو تماشا کنن همینطور عضو کنید